هر ساله در بسیاری از کشورهای جهان به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان تجمع‌ها و برنامه‌های گوناگونی برگزار میشه. فعالان ایرانی خارج از کشور هم در این تجمع‌ها شرکت می‌کنند. امسال اما این برنامه‌ها به دلیل خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی برای ایرانیان خارج از کشور متفاوته. آنان امسال در این مراسم شرکت می‌کنند تا صدای این خیزش انقلابی را به گوش جهانیان بیش از پیش برسانند. در شهر فرانکفورت هم به همین مناسبت تجمعی در حال برگزاری هست. همکارم جمشید بهرامی در محل برگزاری این تجمع حضور داره. جمشید، بیشتر بشنویم از تو. بله الناز، امروز به 25 نوامبر برابر با روز جهانی مبارزه علیه خشونت زنان، در واقع در شهر فرانکفورت تجمعی بزرگ همانند سالهای قبل در حال برگزاری هست و در واقع غیر از خود آلمانی ها از ملیت های مختلف مخصوصا ایرانی ها هم در اینجا حضور دارند. همچنان که میبینید در پشت سر من ایرانی ها در اینجا هستند و با در دست داشتن پرچم ایران و همچنین با پلاکارتایی که در دست دارن و بر روش شعار زن زندگی آزادی نوشته شده حضوری پررنگ دارن در اینجا ایرانی ها. و در صحبتایی که من باهاشون داشتم میگفتن به اینجا اومدن تا صدای خیزش انقلابی مردم ایران باشند. الان در کنار من یکی از برگزار کنندگان ایرانی این تجمع حضور دارند. برای ما بگید که هدفتون از برگزاری این تجمع و شرکت در این تجمع چیه؟ هدف ما اینه که نشون بدیم ما هر لحظه هر روز تا زمانی که جنگ توی ایران داره ادامه میده ما هم حمایت میکنیم از زنان ایرانمون و صدامونو همچنان به گوش تمام جهان میرسونیم تا بتونیم حمایت تمام جهانیان رو برای علیه خودمون بیاریم. سپاسگزارم، خیلی ممنون. الناز، در واقع در صحبتایی که من با تجمع کنندگانی که در اینجا هستند ایرانی ها داشتم میگفتن که به اینجا اومدند تا به شهر بندان آلمانی و به جامعه جهانی بگن در این روزها که مخصوصا در امروز که نهادهای امنیتی دولت آلمان و پلیس آلمان داره همکاری میکنه با نهادهای مدنی در برگزاری چنین تجمعهایی، در واقع جمهوری اسلامی با همکاری نهادهای امنیتی و پلیس در ایران داره مردم ایران رو سرکوب میکنه و عامل خشونت جمهوری اسلامی خودش هست و در واقع این خشونت بر علیه نه تنها زنان بلکه حتی کودکان و همه اقشار مختلف جامعه در ایران هست. سپاسگزارم از تو جمشید بهرامی از محل برگزاری تجمع در فرانکفورت. همراه ما، متشکرم.